سلام و خوش آمده در این مجموعه خبری رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم بارک اوباما رئیس جمهور امریکا گفته است که سرحدات اروپا در قرن 21 به زور تغییر داده نمی اوباما این سخن را در اجلاس امنیت اروپا دیروز در بروکسل در عکس العمل به الحاق کریمیا توسط روسیه گفت اوباما گفت که ایالات متحده امریکا و اروپا به کنترل اوکراین علاقمند نیستند و همچنین افزود که آمریکا و ناتو وارد یک جنگ سرد دیگر با روسیه نشدند. در کریمیای تحت کنترل روسیه افراد بازنشسته برای دریافت حقوق تقاعدیشان در صفای طولانی منتظر ماندند آنان میگفتند که نمیدانند چه وقت پولشان را دریافت خواهند کرد این سردرگمی به دنبال الحاق کریمیا توسط روسیه به میان آمده است شماره از بازنشستگان به آزار خبرنگاران پرداختند که از این موضوع گزارش تهیه می‌کردند در شهر پشاور پاکستان تاجران و دکانداران فروشگاه‌هایشان را بستند و در اعتراض به افزایش تهدیدهای امنیتی به جاده ریختند تاجران با اختطاف، اخازی و دیگر تهدیدهای گروه های مسلح رو برستند. بزرگترین بازار سبزی پشاور از سه روز به این طرف بسته است. در عراق نیروهای حکومت به شان علیه ملیشای ضد حکومت در مناطق مختلف ایالت انبار در غرب عراق ادامه دادند. در یک محله نسبتا آرام شهر رمادی خانه یک زن بزرگ سال در اثر اصابت یک مرمی توپ خانه نیروهای عراقی ویران شد در قرقیزستان حدود سی اعتراض کننده خواهان تصویب قانون شدند که به اساس آن مقام های مفسد که در حکومت رئیس جمهور پیشین این کشور قرمان بیک قیف کار می کردند برکنار شوند. با خیف و دنبال اعتراض های خشونتبار ضد حکومتی در سال 2010 میلادی برکنار شد. سلاحی های جداگانه مبارزه با فساد اداری قبلا دهیه شدند. و در سربیا سازمان ضد جنگ ماسوم به زنان سیاپوش به یاد بود از پانزدهمین سالگرد کشتار غیر نظامیان البانیایی در آغاز جنگ کوسوو اعتراض یک ساعته ای را در شهر بلگراد برپا کردند. فعالان پرچم های سیاه را گرفتند و به یاد کشتار البانیایی ها و دست نیروهای یوگسلاویای وقت خاموشانه روی زمین خوابیدند. این بود برخی از مهمترین خبرهای منطقه و جهان. همین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم دیده می‌توانید. آزادی را کام. تشکر از امراهیتان و تا دیدار دیگر خدا نگهدار.